چرا خامنه ای و سران نظام سراسیمند. نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. خامنه ای ابله، تا که ما مردم ایران باید چوب حماقت ها و ندانم کاری های تو رو بخوریم؟ چرا باز اومدی تو کاری که تخصص نداشتی دخالت کردی و گفتی ویروس کرونا مسئله مهمی نیست و با دعا و توسلات به همه از بین میره و ورود واکسن کرونا را به ایران ممنوع کردی؟ بعد از سپری شدن 2 سال و کشته شدن صدها هزار نفر از مردم ایران، واکسن فایزرت را زدی و اومدی میگویی مسئله اول کروناست و بایستی به هر طریق ممکن واکسن وارد کشور بشود؟ تو غلط کردی، تو کاری که تخصص نداشتی دخالت کردی. مردم ایران، هرچی لعن و نفرین داری بر بیت رهبری و خامنه‌ای بفرستید که سرچشمه تمام بدبختی هاست. به دنبال عقب نشینی هراسان خامنه‌ای از دستور خود مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن، سران سه قوه و سردمداران سپاه و ارتش تلاش کردند آب روی آتش خشم مردم داغدار و به جان آمده که از هر جای کشور شعله می‌کشید بریزند. که امروز یک خطر عمده است و مسئله بیماری کرونا امروز به نظر من مسئله اول کشوره، مسئله فوری و فوتی کشور است که بایستی دنبال بشه. تردیدی نیست که همه این اظهارات و اقدامات نمایشی و فریبکاران است. این رژیم فاسد نمیخواهد و نمیتواند کوچکترین قدمی در راه رفع یا حتی کاهش مصائبی که بر سر مردم ایران آوار کرده بردارد. شخص خامنه ای که پشت نقشه شوم گسترش کرونا قرار دارد به چنان واقعیت بزرگی تبدیل شده که کارگزاران و رسانه‌های خود رژیم به تلویح و یا تصریح به آن اعتراف می‌کنند. خامنه ای بران بود با تحمیل کلان تلفات انسانی مردم را زمینگیر کند و در برابر قیام سد ببندد، اما قیام تشنگان در خوزستان که به فاصله کوتاهی در سراسر ایران گسترش یافت نشان داد که کرونا نه تنها کارایی خود به عنوان راهبند قیام را از دست داده، بلکه خود باعث فوران خشم مردم برای برپایی قیام تبدیل شده است.